مایکروسافت تسلیم شد. فرمت ویدئویی گوگل یعنی وب ام به مرورگر مایکروسافت اضافه میشه. پس از کش و قوس‌های فراوان برای افزودن فرمت ویدئویی مخصوص گوگل یعنی وب ام به مرورگر مایکروسافت، این اتفاق بالاخره رخ میده. این در حالیه که مدت‌هاست کاربران زیادی خواستار اضافه شدن پشتیبانی از فرمت وب ام به مرورگر مایکروسافت هستند. در واقع وب ام یه فرمت متن باز و رایگان برای فایل‌های ویدئوییه که توسط گوگل ارائه شده و قابلیت‌های بسیاری را از طریق اینترنت مهیا می‌کنه. اپل روز 9 سپتامبر یا همون 18 شهریور ماه نسل جدید آیفون‌های خودش رو معرفی می‌کنه. در همین راستا اخباری منتشر شده که حاکی از معرفی آیپد پرو طی این مراسمه. البته آیپد پرو پس از این معرفی از ماه نوامبر روانه بازار میشه. انتظار میره آیپد پرو با بهره‌گیری از فناوری‌های نظیر فورس تاچ در کنار پشتیبانی از قلم استایلوس و سیری روانه بازار بشه. گوگل داره خودشو برای معرفی دو گوشی جدید از خانواده نکسوس آماده میکنه. طبق اخبار منتشر شده، گوگل امسال دو نکسوس در دو اندازه مختلف معرفی میکنه. قابل ذکره که گوشی های نکسوس پرچمدار گوگلن و هنگام عرضه به بازار به آخرین نسخه از سیستم عامل اندروید مجهز میشن. از همین رو نکسوس های پیش رو نیز اولین دستگاه هایی خواهند بود که از نسخه 6 سیستم عامل اندروید ملقب به مارشملو بهره میبرن. صبحتون سرشار از عشق و امید، دلتون شاد، لبتون خندان. امروز هم بحث بسیار جالب و شیرینی داریم تحت عنوان کار مفید. قول به شما میدم حتی اگر 10% مطالبی رو که امروز به شما خواهم گفت اجرا بکنید، تغییرات بزرگی در زندگیتون ایجاد بشه. یه روز خانمی وارد دفتر کار من شد و گفتش که آقای محمدی نیا، من هر روز کارهای خیلی زیادی رو در ذهن خودم دارم که وقتی از محل کارم وارد منزل میشم انجام بدم. ایشون دانشجوی پی اچ دی بود، اما وقتی میشینم پای لپتاپم انقدر تمرکزم به هم میخوره که همه کار میکنم جز انجام پروپوزالم و کار پژوهشی خودم. اشکال کار کجاست که آدمها نمیتونن اون بازدهی لازم و اون بهره‌وری لازم رو داشته باشن؟ اشکال کار بسیاری از آدم‌ها در اینجاست که در وهله اول لیست کارهاشون مشخص نیست و نمیدونن که چه کارهایی رو باید انجام بدن. بنابراین برای اینکه ما کارمون مفید باشه و بهره‌وری بالایی داشته باشیم، اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که در روز لیست کارهامون رو مشخص بکنیم. چی کار میخواهید بکنید؟ بنویسید اینها رو. تمام تحقیقات نشون میده که شما وقتی مینویسید موفق ترید. خب پس بنویسید. چرا خیلی راحت از کنار این قضیه میگذارید؟ اول بنویسید، لیست کنید، یه دونه 10 تا 20 من این کارها رو میخوام انجام بدم. دوم، مشخص کنید یکی از کارهایی رو که باید انجام بدید. مثلا شما میخواهید خلاصه یه مطلبی رو در بیارید. خود من امروز میخواستم درباره موضوعاتی صحبت بکنم. خب اول لیست میکنم که چه کارهایی رو میخوام انجام بدم، بعد یکی رو مشخص میکنم. پس هدف مشخص میشه، زوم میکنید رو اون هدف و دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن براید. سبر میچسبیم مثل جراحی که در اتاق عمله حتی خودش هم ممکنه عرقشو پاک نکنه، پرستار پاک میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون زوم میکنه رو هدف. الان به این خودکار نگاه کنید و هیچ چیزی رو اجازه ندید که حواس شما رو پرت کنه. قشنگ به این خودکار نگاه کن یک لحظه. خب من نگاه کن، حواست پرت شد. هر کاری کردم نباید از روی این خودکار وقتی که گفتم زوم کن تمرکزتو بیاری این طرف. یه مسابقه برگزار کردن، یه خانمی رتبه اول رو به دست آورد. این مسابقه این بود که هدفی رو، درختی رو مثلا مشخص کردن، گفتن کی میتونه سریع‌تر به این درخت برسه.
این خانم چرا موفق شد؟ برای اینکه نه چپ زد نه راست زد، مستقیم به سمت هدف حرکت کرد. پس زوم میکنید رو هدف و یک واژه، یک کدی رو به خودتون میدید. به محض اینکه ذهنتون خواست منحرف بشه، مثلا این واژه، آهای آهای هدف هدف، آهای هدف آهای هدف، یعنی نذار ذهنت پراکنده بشه این ور اون ور بره. پس هدف رو مشخص میکنی، زوم میکنی، حرکت میکنی به سمت هدف. قدم بعدی اینه که زمان مشخص کن، بگو من طی این مدت اینو تموم میکنم. زمان مشخص کن، همینجوری حرکت نکن، چون موفق نمیشی. هزار و یک عامل هست که حواستو رو پرت بکنه. شما میگی نه، من این کارو در طی نیم ساعت انجام میدم. قدم بعدی اینه که سرعتتو ببری بالا. شروع میکنی سرعتتو افزایش میدی. مثلا اگر کاری رو در طی نیم ساعت انجام میدادی موفق میشدی، حالا بکن در طی مثلا 20 دقیقه. یه تمرین خیلی راحت بهتون میدم برای اینکه سرعتتون بره بالا. شما روزی 5 تا تصمیم کوچیک بگیرید. این 5 تا تصمیم 3 تا خصوصیت داره. اول اکراه، یعنی دوست نداری انجام بدی. همونی که دوست نداری رو انجام بده. مثلا میخوای زنگ بزنی زنگ نمیزنی، میخوای ایمیل بزنی نمیزنی، همونو انجام بده. اولیش اکراه. دوم سرعت، سرعتتو زیاد کن. و سوم کیفیت کارتو ببر بالا. یعنی روزی 5 تا تصمیم کوچیک میگیری، این 5 تا تصمیم 5 تا تصمیم با سرعت، دقت و اکراه، در واقع اکراه نداری، اما به محض اینکه تو ذهنت اومد شروع میکنی اون کار رو انجام دادن. پس سرعت کار رو ببر بالا. دیروز یه دانشجوی دفتر من بود، میگفتش که من خیلی کارام خوب پیش نمیره، من چیکار کنم؟ بهش یه کتاب رو دادم، گفتم کتاب بخون، از اینجا تا اینجا بخون ببینم چند دقیقه میخونی. خوندش، گفت مثلا در مدت فرض یک دقیقه تموم کرد. گفتم حالا اینو تو 30 ثانیه بخون. وقتی خوند، دفعه اول که خون، گفتم چقدر تمرکز داشتی؟ گفت 30% 40%. دفعه دوم گفت 100% تمرکز داشتن. ببینید، پس سرعت که میره بالا، کارایی شما میره بالا، تمرکزتون میره بالا. پس سرعت رو زیاد میکنید، زمان مشخص میکنید و هدف رو تعیین میکنید، میرید جلو. یه چیزی که خیلی کمک میکنه به ما تعهده. خب خیلی ها میگن که آره من دوست دارم این کارو بکنم، دوست دارم. این دوست دارم بچه بازیه، دوست دارم مال بچه هاست، دوست دارم مال بچه هاست. اون چیزی که درسته اینه که من تعهد دارم. آدمی که تعهد داره دیگه از آسمون سنگ بباره، از زمین آتش، کار خودشو انجام میده. هیچ کس دیگه نمیتونه این آدم رو از رسیدن به هدفش باز داره. دقت کردید؟ خب نتیجه گیری میکنی. نتیجه این که چند تا کار رو باید انجام بدید تا میزان کارایی شما بره بالا. حتما هر روز لیست کاراتون رو مشخص میکنید. دو، یه تارگت رو، یه هدفی رو مشخص کنید. سه، سرعتتون رو ببرید بالا. چهار، زمان مشخصی رو تعیین کنید. و پنجم این که تعهد داشته باشید، من به هر قیمتی که شده از در بیرونتون کردن از پنجره میارید تو. آدمی هستی که سبر ول نمی کنی. پس یک انسان قدرتمند، محکم، با تعهد، با سرعت بالا و کیفیت بالا از امروز شروع به کار میکنی. چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ زبون. امروز میخوایم سفر کنیم به کشوری در شمال اروپا، کشوری که به شیرنیاش معروفه، کشوری زیبا و خوش آب و هوا. پس پیش به سوی دانمارک. Sure, you heard it all before, and my tongue gets
that's torn and tied and twisted as it tries to tell you more. As the sound bites by the dust, collapsed and coughing on the floor. Juliet, you got me hanging from a wire with that fluent body language and your dialect of desire. I'm just a man, and you're playing me for a fool because you can. Because I give you anything you want, that's what I am. I give you anything I can to win your love. I'm just a man, and you're playing me for a fool because you can. Because I give you anything you want, that's what I am. I give you anything I can to win your love. So strong, and then you wrap me around your fingernails while you're stringing me along. So you can tie me up and dress me down, cause you say I've done you wrong. Juliet, you got me hanging from a wire with that fluent body language and your dialect of desire. I'm just a man, and you're playing me for a fool because you can. Cause I give you anything you want, that's what I am. I give you anything I can to win your love. Can't to win your love. You've been a player, been for a fool, but I'm just a man.